در این بخش برنامه از استاد محترم استاد عزیز الله مفلح میپرسیم که آیا بشر حق قانونگذاری داره یا خیر؟ مثل شورای ملی و مشران جرگه و امثال هم که در خیلی از کشورها وجود در افغانستان ما شما با این نام یاد میشن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین و بهی نستعین. به نام یاد خداوند جل جلاله و با عرض سلام مجدد. قسمی که در اول صحبت ها ما عرض کردم، بشر حق قانونگذاری را به صورت مطلقش یا بلا قید و شرط نداره، ای طور نیست، به این معنا نیست. به این معناست که در اموری که خداوند جل جلاله به ما هدایت داده، عقیده ما ایست، باور ما ایست که قرآن ما به تمام ابعاد زندگی رسیدگی کرده، سیاست، اقتصاد، جامعه و مسائل دیگر، هر آن چیزی که بشر و جامعه نیاز داره کتاب ما، قرآن ما به او رسیدگی کرده. یعنی اولا خو اگر ما قرآن مد نظر بگیریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مد نظر بگیریم، شیوه اصحاب گران قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم مطمح نظر داشته باشیم و بعدش فقهای عظام مجتهدین، اصلا نیازی برای قانونی دیگری ریخته شده نیست، نیاز اصلا نیست. وقتی که قانون مدنی فرانسه از کتاب هدایه برهان الدین مرغنانی گرفته میشه، اونها نیازمند ماستن، نه اینکه ما نیازمندیم، اونها نیازمند. ما از نظر قانون و قانون در نهایت غنامندی بسر میبریم و در نهایت غنامندی هست. آب کنه را مثلا میاریم به طرف کابل، آلی در این شورا یک فیصله میکنه، یک قانون میگره، این مخالف دین نیست. این او چیزهایی که به نفع جامعه است، به نفع مردم است، و باز هم اما یک نکته است، هر چی که ما بریم فقط و فقط مخالف دین نباشه، مخالف قرآن نباشه، مخالف احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، پس او یعنی در جنب قانونی ما بوده میتونه. مثل که قانون اساسی ساختن، در قانون اساسی با وجودی که قانون اساسی رو ساختن، اما یک تعداد گپای 100% میلیارد فیصد تایید میکنن، به خدا دروغ میگن، به الله قسم دروغ میگن. من یک چشم دیدی که به بیمی گوش خودم شنیدم، میخوای ساده میگم، در یک جا در یک مجلس با یک آدمی که از وظیفیش چیست مراقبت در کمیسیون قانون اساسی است، خب گوش کنین من چی میگم. گفت به جناب رئیس جمهور پیشنهاد کردیم که ماده سوم قانون اساسی تفسیر خواه است، تفسیر این باید علمای بی‌طرف جامعه، شیخ الحدیث ها، فقه ها، مفسرین جمع شوند و این تفسیر بکنند. بعد گفت میفهمین چی گفت؟ گفت جناب رئیس جمهور تمام کمیسیونی ما را گفت بلک لیست، قطعا دیگه اجازه، یعنی چندین ماه شده که ما میخوایم اجازه ملاقات بگیریم، اصلا با ما اجازه ملاقات دادن نمیشه. این دروغ نیستی؟ وقتی که ماده سوم میگه هیچ قانونی در افغانستان عزیز، هیچ قانونی مغایر احکام و اصول اسلام بودن، ماده سوم میگه، یعنی محتوا را افاده میکنه. اما بیا ببین ستاره افغان ای به کدام اصول برابر است؟ آره باز شروع شده، 15 سال شده از منابر علما داد میزنن، فریاد میکنه که این انتحار مدرن است، ستاره افغان و مثل ستاره افغان انتحار مدرن است برای خدا. یکی از مزایای دموکراسی که به ما آوردن حجابه، تا جای تانستن در شهرها حجاب از زنهای ما دور کردن، شرم، حیا، عزت، عفت، این دموکراسی نیست.
دموکراسی شرم نداره، حیا نداره. یعنی همه این چیزها را از کشور ما، از مردم ما، خصوصا از خانم ها گرفتن و دور کردن. این از جمله مزایای به اصطلاح دموکراسی است. ما او کشوری که قانون خدا را ندیده بگیره و در جنب پهلوی قانون خدا قانون دیگه مقرر کنه، قطعاً و قطعاً مردود است و او قانون ما اسلامی گفته نمیتونیم. چرا که صراحت کفر است. وقتی که قانون صریح خدا هست، مثلا این چنین، تو در پهلویش میخیدی میگی میگه این چنین، پس این جنگ با خداست، جنگ با دین است، جنگ با وحی آسمانی است و جنگ با پیام خداوند جل جلاله است. در یک کلام عرض عمیز که یعنی بشر وقتی که در زیر قید اسلام باشه، اسلام بیاره و مسلمان شوه، او حق قانونگذاری را در یک قانون موازی در پهلوی قانون خدا را نداره، بلکه قوانینی که ملفق و به اصطلاح هم نوا و همسو و برای بهبود معیشت و زندگی و امثال هم به خاطر رفاه و ترقی و تمدن ساخته میشه، اون مسائل اشکال وجود نداره. جزاکم الله خیرن، زنده و سلامت باشین استاد محترم. بیننده های از ارجمند، خوشحال هستیم که تا ایدم با ما هستین و امیدوارم که تا پایان با ما باشین.